سخت خبر. رکوردی دیگر در آمار رسمی کرونا، 434 مرگ در یک شبانه روز. نظام پزشکی میگوید ایران از نظر شمار جانباختگان در بین 5 کشور اول جهان است. آخرین تلاش‌ها برای جلب رای دهندگان مردد در آمریکا، بایدن و ترامپ به ایالت‌های کلیدی رفتند. تشییع موضع رئیس جمهوری فرانسه بعد از 2 هفته خشونت بار. مکرون میگوید حامی آزادی بیان است، اما ناراحتی مسلمانان از کاریکاتورهای پیامبرشان را هم درک می‌کند. و خیریه‌ای که در هند فعال بود، حالا برای دانش آموزان بی‌بضاعت در بریتانیا هم غذا می‌پزد. سلام، عصرتون بخیر. پریزاد نوبخت هستم و همراه شما در این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی بی بی سی. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید که این کشور از نظر شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا جزء 5 کشور اول در جهان است. رئیس شورای شهر تهران خواستار تعطیلی موقت شهر شده و هشدار داده که اگر اقدامی نشود فاجعه انسانی در راه است. در بسیاری از کشورهای دیگر به ویژه در اروپا محدودیت‌های شدیدی در نظر گرفته شده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. پایان یک زندگی، شکست در نبردی نابرابر با ویروس کرونا، و این گونه است که یک زندگی در هیاهوی آمار مرگبار به یک عدد خلاصه می‌شود. طی 24 ساعت گذشته در نهایت تأسف باید اعلام بکنیم که 434 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که 7719 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. مسئولان بهداشت و درمان ایران می‌گویند که 15-18% مبتلایان بستری شده در بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگوید متوسط مرگ و میر در ایران بیش از 3 برابر متوسط آمار جهان است. 15% از بیماران مبتلا به کرونا که به بیمارستان آمده و بستری میشوند فوت میکنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر به طور متوسط 5% است. البته کشورهایی هم هستند که میزان مرگ و میر در مبتلایان بستریشان بین 2-3% است. آقای ظفرقندی در ادامه میگوید 40-50% از مرگ و میر بیمارستانی قبل از رسیدن به ICU است. اکثر شهرهای ایران به ویژه تهران در بحرانی ترین شرایط از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا هستند و شورای شهر تهران اعلام کرده که اگر دست کم برای 2 هفته تهران و شهرهای بزرگ تعطیل نشوند باید منتظر اتفاقات بسیار بدی باشیم. موج سوم کرونا که مهر ماه آغاز شد در آبان تشدید شده و اگر اقدام مؤثری برای مهار آن صورت نگیرد ممکن است به یک سونامی و فاجعه انسانی در آذر ماه منجر گردد. دولت اما هنوز به این نتیجه نرسیده که برقراری تعطیلی گسترده یا قرنطینه سراسری ضروری است. وقتی تعطیل میکنید حقوق بگیرای ثابت میرن مسافرت، اونایی که درآمدشون روزمزد دارن، الان میخواد کارگر روزمزد باشه یا مغازه‌دار باشه، ولی روزیشو از روز در میاره، از فروش روز در میاره، اون میفته به دنبال بدبختی و درآمدش حاصل نمیشه و اینا. قرنطینه سراسری برای بخشی از جامعه به معنای از دست دادن همزمان درآمد و سلامت است. آرزو میکنم این کرونا از اینجا بره، ملت بتونیم نفس بکشیم، مشتریای من نترسن برگردم باشگاه، من بتونم 2 تا جنس بفروشم، باز اقلم 2 تا جوراب نقدی میفروختم، باز خرج دستم در میمند میرفتم خونه. با این حال به نظر میرسد که قرنطینه سراسری تنها سیاستی است که تا به حال به صورت نسبی نتیجه داده. سیاستی که در کشورهای دیگر هم همزمان با شیوع موج جدید ویروس برقرار شده. اینجا در انگلستان از روز 5 شنبه برای 1 ماه قرنطینه سراسری برقرار می شود. در این روزهای سرد و تاریک پاییزی. And so now is the
الان موقع اقدام کردنه، چرا که راه دیگه ای باقی نمونده. بنابراین از روز پنجشنبه تا یک ماه در خونه بمونید، فقط برای کارهای ضروری مثل تحصیل، کار اگه قادر به دورکاری نیستید، ورزش در فضای آزاد، مراجعه به مراکز درمانی، خرید اقلام اساسی و مواد خوراکی و مراقبت از نزدیکانتون از خونه خارج بشید. بعضی کارشناسان بهداشت و درمان میگویند که دولت بریتانیا باید زودتر از اینها در انگلستان قرنطینه سراسری اعلام میکرد. منتقدان میگویند که در آستانه کریسمس و سال نو میلادی این تصمیم ضربه جدی به اقتصاد خواهد زد. دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هم محدودیت‌های گسترده برقرار کردند. شمار مبتلایان به کووید 19 در بریتانیا از آغاز همه‌گیری در بهار تا کنون از 1 میلیون نفر گذشته. دیگر کشورهای اروپایی هم مانند بریتانیا محدودیت‌های جدید برقرار کردند. فرانسه از روز جمعه برای 1 ماه قرنطینه است و محدودیت مشابه هم در آلمان از دوشنبه اجرا می‌شود. سینماها، باشگاه‌ها و سالن‌های تئاتر و مراکز تفریحی تعطیل خواهند شد. رستوران‌ها هم فقط غذای بیرون برمی‌دهند. در اسپانیا، اتریش و پرتغال هم مقررات منع تردد شبانه اعلام شده. این دومین بار ظرف کمتر از 1 سال است که مردم در گوشه گوشه جهان با محدودیت‌های بی‌سابقه مانند قرنطینه سراسری مواجه می‌شوند، که البته اثرگذاری آن تا حدود زیادی به زمان و میزان پایبندی شهروندان به محدودیت‌ها بستگی دارد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد با ماست. آقای مظفر مقدم، خوش آمدید به برنامه. وضعیت کرونا در بسیاری از استان‌ها در ایران خوب نیست. شما در شهر مشهد هستین، از وضعیت این شهر برامون بگین. منم سلام عرض می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان شما در هر کجای جهان، از جمله در ایران که هستند. از شاید خدمتتون، در مشهد ما به معنای واقعی کلمه با یک بحران روبرو هستیم. بحران فقط یک واژه نیست، این رو باید درک بکنیم که بحران یک شرایط هست که امروز ما باش روبرو هستیم در سراسر ایران و البته در مشهد که من هستم. بگذارید از بحث‌های نظری عبور بکنم، این مقداری به مشاهدات میدانی بپردازم. در واقع در مشهد بیمارستان‌ها تقریبا پر شده. 3 بیمارستان اصلی و بزرگ سامن، شریعتی و بیمارستان امام رضا مبتلایان به کووید 19 رو در حقیقت اینها پذیرش می‌کردند، که تا جایی که من میدانم و خبر دارم برام بیمارستان سامن و خصوصا بیمارستان شریعتی تخت‌هاشون پر شده و عملا دیگه نه در بخش مراقبت‌های ویژه و نه در جای دیگه بیماران رو نمیتونن پذیرش بکنن. تنها اورژانس عدالتیان بیمارستان بزرگ امام رضا هست که هنوز هم میتونه در واقع تعدادی از بیمارها رو جا بده. منتهی مراتب این رو ما دیدیم که الان به قدری ازدحام مردم و افرادی که یا مشکوک هستن یا بیمار هستن در همین بیمارستان امام رضا زیاد شده که تا توی قسمت تریاج بیمارستان تخت گذاشتن و افراد رو پذیرش میکنن. این قسمت تریاج، قسمت اورژانس و بخش ها، و باز هم کمبود ظرفیت وجود داره. فشار بر روی نیروی انسانی خیلی زیاد هستش. این رو من دیدم واقعا که در یک شیفت در 12 ساعت تنها 1 پزشک در اورژانس وجود داره و به حال اینا با خاطر حجم مراجعات مردم، حجم بیماران بدحال و فشار کار خسته و فرسوده میشن. واقعا این مشکل خیلی بزرگی هستش. امروز ICU تمام بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان امام رضا به نهایت ظرفیت خودش رسیده. همینطور که شما هم می‌دونید، اکثرا بیماران بدحال رو در ICU نگه می‌دارن و تا زمانی که اینها تعیین تکلیف نشن یا از ICU بیرون نیان، به بخش‌ها منتقل نشن و یا اینکه خدای نکرده در نگذرن، این ICU ها خالی نمیشه. واقعا الان شرایط خیلی بدی در بیمارستان مشهد وجود داره. قراره که از چهارشنبه محدودیت های اعمال بشه به مدت 4 روز اگر اشتباه نکنم. شما چقدر خوشبینین که این محدودیت ها کمک بکنه و مردم رعایت کنن؟ خواهش میکنم، من در همین برنامه‌های قبلی هم گفتم در یک زمانی که به اصطلاح این ماجرا به وجود آمد و بعد اوج گرفت بحران کرونا، قرنطینه سراسری خصوصا در شهرهای بزرگ لازم بود و عرضم انجام نشد متاسفانه. حالا این 3-4 روز میتونه کمک بکنه، در صورتی که مردم هم به اصطلاح به اون سطح از به اصطلاح هشدار برسن، ولی قطعا 4 روز و 5 روز به نظر من کفایت نیست. کاری که در کشورهای بزرگ دنیا داره انجام میشه، محدودیت‌های 20 روزه 30 روزه با حفظ پروتکل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی کامل از طرف دولت و همکاری مردم، ولی اینجا متاسفانه نه مردم کاملا توجیه هستن و نه دولت واقعا، مخصوصا وزارت بهداشت و تشکیلات بهداشتی زیرمجموعه‌اش، امکانات و شرایط لازم رو فراهم نکردن. حتی من دارم می‌بینم
تعدادی از مردم نسبت به همه‌گیری و این خطری که بیماری کووید 19 داره هنوز توجیه نیستن. این هم مشکل بزرگ ما هستش. برای این رو هم بگم، افزایش کرونا در شهرهای بزرگ ایران یک معضل بزرگ است و کمبود امکانات هم معضل دیگری هستش که امروز ما حس می‌کنیم. تمام این به اصطلاح حلقه‌های زنجیر باید با هم دیگه ارتباط برقرار بکنه. ممنونم از شما سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از مشهد با ما. عذرخواهی می‌کنم صحبتتون قطع کردم، وقت ما کم هست. ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. وزیر خارجه ایران میگوید که گروه‌های به گفته او تروریستی در نزدیکی مرزهای ایران در قره‌باغ حضور دارند. محمد جواد ظریف از گروه خاصی نام نبرده، اما پیشتر گزارش شده بود که شبه نظامیان سوری مورد حمایت ترکیه در قره‌باغ به نفع جمهوری آذربایجان می‌جنگند. آقای ظریف هشدار داده که حضور آنها در میانه درگیری‌ها به نفع هیچ کس نیست. او گفته که ایران در مذاکرات با مقام‌های جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه اعلام کرده که چنین چیزی را تحمل نمی کند. در استان خوزستان ایران بازداشت 4 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و انتقالشان به زندان دزفول باعث تجمع اعتراضی کارگران این شرکت شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته که بازداشت اعضایش اقدامی برای امنیتی کردن خواسته های به حق کارگران است. آنها خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت حقوق معوقه، برکناری و محاکمه مالکان فعلی شرکت و بازگشت مالکیت آن به دولت و اداره‌اش زیر نظر کارگران هستند. تیم‌های نجات در ازمیر ترکیه موفق شدند مردی را که بعد از زلزله پریروز 33 ساعت زیر آوار مانده بود بیرون بکشند. شهردار ازمیر این نجات را به معجزه تشبیه کرده و گفته صدای این مرد از زیر چندین لایه سیمان شنیده می‌شد. 20 ساختمان مسکونی در ناحیه‌ای از شهر ازمیر که در برابر زلزله مقاوم سازی می‌شد فرو ریخت. این زلزله تا به حال در ترکیه 55 کشته به جای گذاشته و جان 2 نفر را هم در یونان گرفته. جستجو برای یافتن حدود 100 نفر دیگر کماکان ادامه دارد. فقط 2 روز تا پایان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و 2 نامزد اصلی، یعنی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن از حزب دموکرات، برای جلب رأی مردم آخرین تلاش‌هاشان را به کار می‌گیرند. دیروز آقای بایدن در ایالت میشیگان و آقای ترامپ در ایالت پنسیلوانیا مشغول کارزار بودند. ایالت‌هایی که می‌توانند نقشی کلیدی در انتخابات روز سه‌شنبه بازی بکنند. نامزد حزب دموکرات و رقیب رئیس جمهوری آمریکا در نظرسنجی‌های کلی پیشتاز است، اما فاصله او از رقیب در ایالت‌های تعیین کننده که می‌توانند نتیجه را مشخص کنند کمتر است. فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، خوش آمدید به برنامه. روزهای آخر روزهای پرکاری است برای هر دو نامزد. فکر می‌کنید که رأی‌های مردد چه گروه‌هایی را اینها می‌خوان که جلب بکنند و تلاششون به سمت اونهاست؟ من می‌رسه که خب آقای بایدن و تیمش خیلی متمرکز هستن روی رأی لاتین تبارها و سیاه‌پوستان، به علاوه سالمندانی که به نظر می‌رسه که از حزب جمهوری‌خواه به دلیل نوع مدیریتی که آقای ترامپ در مورد کووید 19 و پاندمی داشته یه مقدار بریدن. تعدادشون ممکنه زیاد نباشه ولی می‌تونه تاثیرگذار باشه، اما آوردن ماینوریتی‌ها، اقلیت‌ها مثل لاتین تبارها و سیاه‌پوستا به حوزه های رأی‌گیری اهمیت جدی داره و اتفاقا امروز که یک شنبه هستش، سیاه پوستان معمولا بعد از کلیسا میرن به حوزه های رأی‌گیری برای رأی زود هنگام. تمرکز کمپین آقای بایدن بیشتر روی اینها هست. آقای ترامپ به نظر میاد که داره تلاش میکنه بیس خودش و کسان سفید پوستانی که بدون تحصیلات دانشگاهی هستن و اون پیام اصلیش رو میپسندن و میپذیرن رو دعوت بکنه به رأی دادن به او، چون هنوز تعداد زیادی از اونها هستن که تو سال 2016 خب رأی نداده بودن و امسال میتونن برای بار اول با آقای ترامپ رأی بدن. به نظر میاد آقای ترامپ روی اونها متمرکز هست. و نظرسنجی ها چی نشون میدن؟ آیا موفق بودن این کاندیداها که این آرا رو جذب بکنن؟ توی 1-2 روز گذشته خب چند نظرسنجی اومده بیرون و فردا هم باز نظرسنجی های آخر میاد بیرون. ایالت پنسیلوانیا شاید برای کمپین ها خیلی مهمه. فعلا نظرسنجی ها تقریبا معدلشون رو که نگاه میکنین ثابت هستن، یعنی تفاوت چندانی با چند ماه پیش ندارن. یه مقدار رقابت نزدیکتر شده ولی هنوز به نظر میاد توی ایالت های تاثیرگذار
بار، حالا نشنال که ملی که مهم نیستش چندان، آقای بایدن جلوتر هست، نزدیکتر شده ولی هنوز تونسته اون فاصله رو حفظ بکنه. باید دید که این نظرسنجی های فردا که قرار بیان بیرون تغییر جدی ممکنه ایجاد بکنه یا نه، وگرنه معدل ها ثابت مونده تقریبا. متشکرم از توضیحات شما فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل از واشنگتن با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با ثبت رکورد بی سابقه 434 مرگ در یک شبانه روز طبق آمار رسمی، سازمان نظام پزشکی ایران میگوید که این کشور از نظر شمار جانباختگان بین 5 کشور اول جهان است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و جو بایدن برای کسب آرای افراد مردد به ایالت‌های کلیدی رفتند. در ادامه این برنامه، از هند تا بریتانیا، خیریه‌ای که برای دانش آموزان بی بضاعت غذا می‌پزد. رئیس جمهوری فرانسه گفته کشورش در شوک وقایع دو هفته گذشته است که 4 نفر به طرز فجیعی به قتل رسیدند به دست اسلامگرایان تندرویی که به نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام اعتراض داشتند. امانوئل مکرون در مصاحبه‌ای با تلویزیون الجزیره موضعش را توضیح داده و گفته که از آزادی بیان در کشورش دفاع می‌کند، اگرچه شخصاً با هر چه که گفته، نوشته یا نقاشی می‌شود موافق نیست. او از رئیس جمهوری ترکیه خواسته که به فرانسه و به ارزش‌های اروپایی احترام بگذارد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در نیس در جنوب فرانسه، قتل فجیع 3 نفر و از جمله 2 زن روز پنجشنبه مردم را تکان داده است. خیلی‌ها اینجا احساس خطر و ناامنی می‌کنند. علی‌رغم حضور سنگین پلیس و ارتش در خیابان‌ها و بیرون اماکن مذهبی، یک اسلامگرای افراطی با چاقو اینجا گلوی یک زن رو برید و یک زن و یک مرد دیگر رو با ضربات چاقو کشت. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردم از اینکه در بعضی از کشورها خیلی‌ها به جای محکوم کردن این قتل‌ها فرانسه را محکوم می‌کنند، خشمگین هستند. به نظر من همه رهبران سیاسی و مذهبی که صریحاً هر نوع خشونت علیه فرانسه را که یک کشور آزادی و روشنایی است محکوم نمی‌کنند، مسئول هستند، چه مستقیم چه غیر مستقیم. مسئول آن خشونتی که علیه فرانسه و مردم فرانسه اتفاق می‌افتد، چه در داخل فرانسه چه در خارج از فرانسه. دو هفته پیش هم یک اسلامگرای افراطی سر یک معلم رو برید در کنار مدرسه‌اش، به علت اینکه او در سر کلاس کارتون‌های منتشر شده در مجله طنز شارلی هبدو را به شاگردانش نشان داده بود، در کلاس درسی درباره آزادی بیان. آقای مکرون برای توضیح مواضع کشورش تلویزیون الجزیره را انتخاب کرده است که در دنیای اسلام و عرب بینندگان زیادی دارد. در مورد کارتون ها هم میخواهم به شما بگویم که بسیاری از روزنامه ها، مجله ها و از جمله مجله شارلی ابدو قبلا کاریکاتورهایی هم از پیامبر مسیحیان، رهبران یهودیان، خاخام ها و غیره منتشر کردند و نه فقط کاریکاتور پیامبر اسلام را. من میدانم که انتشار این گونه کاریکاتورها احساسات خیلی ها را جریحه دار می کند، اما وظیفه من آرام کردن است و همچنین حفاظت از آزادی ها. قتل های فجیع به نام اسلام در فرانسه هراس از اسلام را در این کشور و کشورهای غربی افزایش داده، به خصوص که خیلی از رهبران بزرگ مسلمانان این حملات را محکوم نکردند. اینجا در تورنتو در کانادا دیروز تلاشی برای نشان دادن آن روی اسلام، اسلام صلح‌آمیز، از سوی گروهی از مسلمانان این شهر. رئیس جمهوری فرانسه میگه که رهنمودهای حضرت محمد مردم رو به تروریسم تشویق میکنه. من ازش میخوام که حساب اسلام رو از حساب افراطی‌ها جدا کنه. در هر کشوری، در هر جامعه‌ای تندرو وجود داره، ولی آقای مکرون همه رو با یک چوب میرونه. سکوت رهبران کشورهای اسلامی در مقابل قتل‌ها در فرانسه حالا مشکلی برای مسلمانان در جوامع غربی. کسرانه جی بی بی سی. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علیجانی خوش اومدید به برنامه. شما به همراه چند نوع اندیش دیگر بیانیه‌ای دادین در واکنش به این حملات اخیر در فرانسه. این از این بیانیه بیشتر برامون توضیح بدین، چه گفتین و به چه نتیجه‌ای می‌خواید برسید؟
آقای علی جان شما صدای منو میشنوید؟ به نظر میرسه که آقای علیجانی صدای ما رو ندارن. در ادامه برنامه سعی میکنیم حتما با آقای علیجانی برگردیم در این باره صحبت بکنیم. فعلا اما بریم سراغ بقیه خبرها. دیشب در شهر کبک کانادا مردی که لباس قرون وسطایی پوشیده بود به شهروندان حمله کرد و دست کم دو نفر را کشت. 5 نفر هم در همین حادثه زخمی شدند. فرد مظنون بازداشت و برای معاینه به بیمارستان منتقل شده. انگیزه او برای حمله هنوز روشن نیست. در عربستان برای اولین بار در 7 ماه گذشته که محدودیت‌هایی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضع شد، به زائران خارجی اجازه شرکت در مراسم حج عمره داده شد. اولین گروه آنها کعبه را طواف کردند. این سومین مرحله از برنامه بازگشایی مساجد در عربستان است. فعلا هر هفته حداکثر 10,000 زائر خارجی می توانند به حج بروند. همکارانم هم به من میگن که ما دوباره ارتباطمون با آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس برقرار است. آقای علیجانی امیدوارم که شما این بار صدای من میشنوین. پرسیدم که شما به همراه چند نواندیش دیگه بیانیه‌ای در واکنش به این حملات اخیر پاریس نوشتید و امضا کردید. کمی بیشتر از این بیانیه برامون بگید. با سلام. بله، جمعی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از کشور بیانیه رو امضا کردیم در محکوم کردن ترورهای وحشیانه که اخیراً در فرانسه اتفاق میفته. با خانواده‌های اونها و با مردم فرانسه اظهار همدردی کردیم. در این بیانیه نکات متعددی آمده، شاید یکی از مهمترینش این هست که بنا به آیات متعدد قرآن که در همین بیانیه بهش استناد شده، وقتی که مسلمان‌ها احساس میکنن که مثلا مورد مقدساتش مورد استهزاء قرار گرفته، مثلا حالا توسط یک کاریکاتور یا یک نشریه زردی که در حال ورشکستگی هم بود، بایستی با بی‌اعتنایی، با اعراض، با خویشتنداری با این پدیده برخورد بکنن. آیات قرآن هم در اونجا آمده و به هیچ وجه مجوز برخورد خشونت‌آمیز چه برسه به مرگ انسان‌ها داده نشده. و همچنین گفته شده که جامعه مسلمان ها میتونن برخورد فرنگی بکنن، برخورد حقوقی بکنن حتی اکثر. و بنا به آمار رسمی که در فرانسه منتشر شده، اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها با این رفتارهای وحشیانه مخالفن. جامعه مسلمانان فرانسه جشن میلاد پیامبر رو برای همدردی با خانواده قربانیان لغو کردن. همچنین در ادامهش گفته شده که در واقع مسلمان‌ها در کشورهای مختلف اهالی فرهنگ روحانیون بایستی بدون قید و شرط این نوع در واقع کارهای وحشیانه رو محکوم بکنن. به اهالی رسانه و مسئولین فرانسه بسیار خواسته شده که مراقبت بکنن که اعمال وحشیانه یک افراد خاصی به حساب کل جامعه مسلمان‌ها نوشته نشه، به اسلام حراسی دامن زده نشه. به ویژه دولت مردان فرانسه باید این دقت رو داشته باشن. تنش‌های اجتماعی علیه مسلمان‌ها، قطبی سازی، اینا پرهیز بشه. همزیستی و هم بستگی ملی و اجتماعی در واقع تقویت بشه. از دولت برخی دولت مردان دیکتاتور کشورهای مسلمان که حالا وسط افتادن و داعیه آزادی بیان دارن، اونها نقش شده که شما صلاحیت اخلاقی و سیاسی این کار رو ندارید. همچنین به اصطلاح گفته شده که دود این نوع اعمال به چشم اقلیت‌های دینی میره، به سمت مهاجرین میره. این روش‌های وحشیانه بایستی بی قید و شرط، بدون تحفظ، بدون اما و اگر محکوم بشه. و در پایان گوشزد شده که علی‌رغم برخی بسترها و ناهنجاری‌ها و زمینه‌های فرهنگی، طبقاتی، اقتصادی که بایستی مورد تأمل قرار بگیره، مورد چاره‌جویی قرار بگیره از طرف دولت مردان، اما هیچ کدوم اینا مجوز کشتن آدم‌ها، مجوز خشونت و تخلیه خشم رو انسان‌ها رو نمید. متشکرم از توضیحات شما. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ما. و دو خبر کوتاه دیگر رو به توجه کنید. در الجزایر همه پرسی تغییر قانون اساسی برگزار شده. احزاب طرفدار دولت میگویند که این تغییرات به آزادی بیشتر، محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری و تحقق دموکراسی واقعی میانجامد. اما منتقدان میگویند که تغییرات به نفع حکومت است و نه مردم. احزاب اسلامگرای اصلی علیه تغییرات پیشنهادی رأی میدهند و احزاب چپگرا هم آن را تحریم کردند. یک سال و نیم بعد از کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت، بسیاری از مردم الجزایر معتقدند که چیزی عوض نشده.
در چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان نزدیک به 7 میلیون نفر برای برگزاری سرشماری دست به کار شدند. در این کشور جمعیت هر 10 سال یک بار شمرده می‌شود. در آخرین مورد جمعیت چین بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون نفر ثبت شد که 6% بیشتر از دفعه قبل از آن بود. این بار می‌خواهند ببینند که اصلاح قانون سختگیرانه منع داشتن بیش از یک فرزند چه اثری در رشد جمعیت داشته. در این آمارگیری که حدود 2 ماه طول خواهد کشید، جنسیت، تحصیلات، شغل و وضعیت تأهل افراد هم ثبت می شود. امروز در برنامه 60 دقیقه گزارشی تحقیقی از همکارم ژیار گل پخش خواهیم کرد در مورد شیوه هایی که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران برای بدام انداختن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور و انتقال آنها به ایران به کار می گیرند. بعد از برنامه 60 دقیقه هم مستندی در همین باره پخش خواهد شد. بخش کوچکی از گزارش ژیا رو با هم ببینیم. زیر چتر امنیت قدرترین سازمان‌های اطلاعاتی دنیا، نام روح الله زم معروف به نیما را شنیده. مأموران اطلاعاتی حکومت ایران میگویند در عملیاتی پیچیده و حرفه‌ای محافظانش را در فرانسه فریب دادند و او را به ایران بازگرداندند. با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوای کشته بشه با شرافت، نه آدم ذلیل بمیره. روح الله زم یکی از جنجالی ترین و مؤثرترین شخصیت های رسانه ایران در یک دهه گذشته است. میخوام بدونم چی شد که روح الله زم متقاعد شد به عراق بره، کشوری که حیات خلوت نیروهای امنیتی و سرویس های اطلاعاتی ایرانه. فشار خیلی زیادی روش بود که بتونه آمدنوز زنده نگه داره. مبلغی حدود 30 میلیون دلار در سال برای ما ارسال بکنه. به من بزنه دست دارم نمیشت بکنم روح الله به من دعامه به سرفری به دو داریم. اینا کاملا شناخت از شخصیت و روانشناسی روح الله داشتن. داستان روح الله زم داستان مردی است که با یک کانال تلگرامی حکومت را به تنگ آورد، اما با پای خود به داخل دام سازمان اطلاعات سپاه رفت. نسخه کامل این گزارش رو در برنامه 60 دقیقه امشب میتونید ببینید، همینطور فیلم مستندش رو که بعد از برنامه 60 دقیقه پخش میشه. همینطور لازم یادآوری بکنم که در ابتدای برنامه ما گفتگویی داشتیم با یک خبرنگار مستقل در مشهد، آقای سروش مظفر مقدم، که به اشتباه همکارانم زیر نام او نوشته بودن بی بی سی. ما بابت این اشتباه عذرخواهی میکنیم از شما و از خود آقای مظفر مقدم، امیدوارم که ما رو ببخشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.